شیر پرس یا شیر کوزه‌ای، هر جفتش درسته. اصلا کارش چیه؟ چطوری کار میکنه؟ یا عمل کردش به چه صورته؟ اینطوری بگم بهتره. با ما باشید، میخواییم بررسیش کنیم. سلام و درود، من یاسر نجفی هستم. خوش اومدید به یه بخش دیگه. این بار پنوماتیک هیدرولیک ویدیوی قبلیمون بود، این پنوماتیک فکر کنم دیگه با روال پیج آشنا شدید تا الان. این بار قراره یه محصول خاص که کمتر راجبش صحبت شده رو بررسی کنیم، اما مهم و خیلی پرفروش. هولوش برج 5-6 سال پیش بود. آقا تخم اینا رو ملخ خورده بود، واقعا نبود تو بازار هیچ برندی، نه اروپایی نه چینی. اینا شیربرقی های پرس یا کوزه کمپانی ای‌آی‌ان‌ه که هم تایوانیش هست، هم ایتالیاییش، هم چینیش. اما میخواییم ببینیم عملکردش به چه صورته. همونطوری که از اسمش پیداست، برای دستگاه پرس بیشتر استفاده میشه. اما دلیل این که بهش کوزه‌ای هم میگن به خاطر فضای خالیه که توی این شیر جریان داره، یعنی فشار هوایی که میره میاد و یه مقدار کشیده طور. اینطوری نیستش که حالا شبیه کوزه باشه یا عملکرد خاصی داشته باشه. دلیلش اینه. و قبل اینکه برسیم آقا به کاربردش و اینا، ممنون میشم اگه همین الان این ویدیو رو لایک کنی، چون میخوایم برسیم به این بخش توضیحش بدیم و کانال یوتیوب من سابسکرایب کنید، ویدیوهاشو ببینید. برگردیم به خود ویدیو. این شیربرقی ها اگه نگاه کنیم، یا 4-3 داره، یعنی یا 4 تا پورت داره روش، دو تا حالت داره، یا 3 تا پورت. این حالتشه که بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. همونطوری که نگاه میکنید، یه دونه ورودی آ داره، یه دونه آر 3 داره، یه دونه پی. تو حالت اول برای ما چه کاری انجام میده؟ این حالت بسته است. وقتی که هوا میاد جریان پیدا میکنه تو این، عین هر شیر دیگه ای، هوا به صورت سرگردون توی این شیر هست. زمانی که بوبینش فرمان میده چه اتفاقی میفته؟ زمانی که بوبین فرمان میده مسیر عوض میشه. توی یه لحظه به ما این امکانو میده که از 3 تا پورت هر کدومشو که اسپول ما بهش فرمان دادیم خارج کنه. یعنی حالت اولیه‌مو میبینیم بسته است، این هوا ولی توشه، هوا توی این شیر به صورت کوزه‌ای طورش به همین، چون هوا توش جریان داره ولی پورت خروجی نداره. حالا فرمان میده اسپولش حرکت میکنه بالا، اجزای داخلیش هم بهش میرسیم، حرکت میکنه و یه آن به ما این امکانو میده که از یک سمت هوا خارج بشه، از یک کدوم این پورتا. حالا حالت دوم چی؟ برمیگرده به قبل و از یک جهت دیگه فشار هوا از این سمت خارج میشه. پس به ما این امکانو میده که توی یک لحظه مسیر رو عوض کنیم از این سه تا پورتی که روی بدنه این شیر هستش. اما ببینیم که چطوری کار میکنه، اجزای داخلیش چیه. موافقین؟ خب بریم از نزدیک آشناشیم با این شیر. و همونطوری که میبینید، بهتون گفتم یه بوبین داره، یک بدنه کشیده طور، و دلیل اینکه کوزه‌ای هم بهش میگن فشار هوا میره این تو و سرگردونه، دلیل دیگه هم نداره. و قسمت پایین و بالاش هم که عین شیرهای معمولیه، یعنی پورت ورودی و خروجی داره و یه صدای با حالی هم که اینجا میده. اما اجزای داخلیش چیه و به چه صورت کار میکنه؟ خب این همین شیره، ما بازش کردیم. این ور مبارکش یه در داره و یه دیافراگم. این ور اصل کاریه. من دو دستی گرفتم که آقا نیفته ویدیو کمدیشه، اینو میذاریم کنار. و اینم فنرشه که باعث میشه که چه اتفاقی بیفته، تحت فشار قرار میگیره. خاصیت ارتجاعی که این فنر داره، وقتی که فرمان میده اسپول به حرکت در میاد با توجه به این فنر، و تو لحظه ما جابجایی اسپول داریم و در نتیجه پورتایی که مسیرش عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی تو یه لحظه از اینجا خارج میشه، اسپول با توجه به فشاری که به این فنر میاد جابجا میشه، الان اومد جلو این سمت باز شد و از این سمت فشار هوا خارج میشه. به عنوان مثال برای یه کارش، اورینگش هم که برای آب بندیشه که از این سمت هوا خارج نشه. و اینم که بدنه همون اسپول دیگه، اونو در نمیاریم ما چون مکافات جا زدنش، ولی اجزای داخلیش هم به همین صورته. این همینه. خب این بود یه شیری که کمتر راجبش صحبت شده،
کلا محصولات هیدرولیک و پنوماتیک خیلی کمتر راجبش صحبت میشه، اما این شیر تو خود هیدرولیک پنوماتیک کارا هم زیاد راجبش توضیح داده نمیشد. میگی نه یه سرچ بزن توی گوگل ببین اصلا توضیحی راجبش نیست. و این ویدیو رو کامل‌ترش و اینکه اجزای داخلیش چطوریه رو توی یوتیوب قرار میگیره. میگم ویدیو خیلی طولانی میشه، ما توی یوتیوب قرارش میدیم، لینکش هم توی بیو، یا من میگم بیو، آقا تو بیو پیج هست، برید اونجا ببینید و هر سوالی هم بود اینجا کامنت بذارین برام. اگرم دیدین هم کامنت بذارین میگه آقا این دیدم، آره فلان جا استفاده شده، برای این کارم استفاده میشه، یا نه این توضیح راجع به این اشتباه گفتی. خوشحال میشم کامنت بگیرم ازتون، حتی انتقادی. خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدار.